میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست. حمایت از کالای ایرانی که شعار سال خامنه‌ایه، از همون اولش با ضد و نقیض گویی‌ها و گاه فاش‌گویی‌های مقامات و مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی همراه شد و همین اما اگرها پیشاپیش عاقبت این نامگذاری سال رو مثل عاقبت نامگذاری سال‌های قبل روشن کرد. در این زمینه خود خامنه‌ای و بعد از اون نماینده‌هاش در نمایش‌های جمعه پیشاپیش مسبب حمایت نشدن از کالای ایرانی رو مردم معرفی کردن که به اصطلاح این مردم تعصب ملی ندارن، به اسراف و اشرافیگری عادت کردن و با استفاده و مصرف کالاهای خارجی به همدیگه فخر میفروشن. این در حالیه که کارشناسان خود نظام میگن تولید داخلی توان رقابت با تولید خارجی رو نداره و این به دلیل سیاست‌های ارزی دولت و شرایط ناشی از تناب تحریم ها بر اثر سیاست های مداخل جویانه و توسعه طلبانه رژیمه. حالا رژیم تمامی عوامل مؤثر در تولید رو ول کرده و در تبلیغاتش فقط به توصیه های اخلاقی و بخشنامه های اداری برای نخریدن کالاهای خارجی اکتفا میکنه. گزارشی در این مورد. تلویزیون رژیم 6 فروردین. این که بگن 12 میلیارد دلار، 15 میلیارد دلار، بعضی میگن 20 میلیارد دلار ما قاچاق کالا داریم، واقعا غیر قابل پذیرفتنه. بخش عمده ای از 85 هزار واحد تولیدی در کشور زیر ظرفیت اسمی خود فعالیت میکنند. در صورت اندکی حمایت و بدون سرمایه گذاری جدید میتوان با فعالسازی این ظرفیت های خالی میلیون ها شغل برای جوانان ایجاد کرد. حمایت واژه است که باید در عمل معنا شود. تقاضا از سوی مردم و خریداران مطرح می شود، اما در سمت عرضه داستان متفاوت است. هم تولید کننده ایرانی، هم وارد کننده و هم قاچاقچیان برای عرضه کالا با هم رقابت می کنند. طبق آمار سال گذشته بیش از 45 میلیارد دلار واردات انواع کالا به کشور انجام شده. بیشتر هم کالاهای مصرفی و کالاهایی که یا مشابه داخلی دارند و یا توان تولید آن در کشور وجود دارد. خبرگزاری حکومتی ایسنا 6 فروردین. پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: اقدامات بانک مرکزی در هفته‌های پایانی سال 96 تصمیمات کاملا غیر کارشناسی و غیر تخصصی بود که نه تنها مشکل ارز و بازار ارز که افزایش غیر منطقی و غیر قابل قبول داشت را تنظیم نکرد، بلکه صدمات زیادی به بازار سرمایه و بازار پولی کشور وارد کرد. به نظر می رسد بانک مرکزی و در رأس آن دولت و شخص رئیس جمهور باید با رویکرد و نگاه کارشناسی در این زمینه اتخاذ تصمیم کنند و بازار ارز را از التهاب موجود و شرایطی که ایجاد شده و تأثیر منفی بر نرخ تورم دارد با تدبیر کارشناسی و منطقی برهانند. در سال گذشته بانک‌ها و بانک مرکزی خطای فاحشی انجام دادند و با تغییرات نرخ ارز حاضر نشدند سپرده‌های مردم را با روش تسویه ارزی به آنها پرداخت کنند. خبرگزاری حکومتی ایرنا 7 فروردین. فرج الله رجبی عضو مجلس ارتجاع: تولید کنندگان کالاهای ایرانی نیز باید بدانند موظف هستند در یک دوره زمانی خود را به استانداردهای جهانی برسانند. در حوزه تولید خودرو سالهاست از تولید خودرو ملی حمایت می کنیم. قیمت خودرو را گرانتر می پردازیم و تعرفه های ورود اتومبیل را بالا می بریم. اما از آن طرف خودروسازان هرگز به این نقطه نرسیدند که وظیفه دارند خودشان را به استانداردها نزدیک کنند و با کالاهای مشابه رقابت کنند.